خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد، که بر دستت به جز ساغر نباشد. دیشب چه خبرهای خوشی رو شنیدیم. دیشب آغاز سال 2023 همراه بود با یک پیام عمومی از اپوزیسیون، یک پیام اتحاد و همبستگی بین اشخاصی که هممون میشناسیم، بخش مهم میشون با همدیگه یک اطلاعیه مشترک رو صادر کردند و در ساعت 12 شب پخش کردند. آقای رضا پهلوی، آقای حامد اسماعیلیون، خانم مسیح علی نژاد، جناب علی کریمی، خانم نازنین بنیادی و خانم گلشیفته فرهانی مشترکاً یک پیام رو با همدیگه اعلام کردن و اون پیام اتحاد و همبستگی و همدلی ما بین مردم ایران هست و با سینه باز از همه گروه های دیگه تقاضا کردن که به جمع این اپوزیسیون بپیوندن، بدون در نظر گرفتن هر عقیده و مسائل انفرادی، چون در لحظه‌ای که ما درش زندگی می‌کنیم و آماده خیزش هستیم، نیازی به افکار انفرادی و مسائل شخصی نیست. فی الواقع تمام اینها بایستی باشه برای زمانی دیگر، برای زمانی که به قول آقای رضا پهلوی ما دارای یک قانون شدیم، دارای یک شروطی شدیم برای تشکیل دولت ملی و دموکراتیک. در اونجا همه میتونن بیان از ایده‌ای که دارن صحبت کنن و در تشکیل این کشور جدید، در تشکیل این اتحاد جدید نقش داشته باشن. من از تمام عزیزانی که تا حالا به این گروه نپیوستن تقاضا دارم بیایید انسجام بیشتر به خرج بدیم و همه منیت ها رو بذاریم کنار و فقط به فکر اتحاد با هم باشیم. چیزی که دشمن ما از اون واهمه داره و این اتفاق خرسند و مبارک داره پیش میاد و اونها به سادگی دارن بایکوت میشن. الان شما در اخبارهای مختلف میبینید ریزش بسیار شدیدی در سپاه پاسداران، در نیروهای انتظامی، در مجلس، در داخل بیت لعنتیشون پیش اومده. یعنی دوچار یک سردرگمی کامل هستن، چون این خیزش تداوم داشته، مخصوصا مردم مبارز زاهدان در سیستان و بلوچستان و کردستان که ما هر روز داریم اخبار خونفشانی این جوان مردان رو میشنویم و ناراحتیم از این اتفاقاتی که براشون پیش میاد، ولی اونها مصممن برای این که این کشور رو به سامان برسونن. من در صحبت‌های قبلیم هم از همین اتحاد حرف می‌زدم. خدا رو هزار مرتبه شکر می‌کنم که این اتفاق مبارک پیش اومده و از اون بهتر اینه که افرادی مثل جناب علی جوانمردی عزیز و دیگر دوستان ما، دوستان کرد ما، اقلیم کردستان، سیستان و بلوچستان به نوعی برای خودشون نماینده انتخاب کنند و این اپوزیسیون رو قویتر، محکمتر و مستحکمتر به وجود بیارن. من سپاسگزارم از این که به عرایض بنده توجه کردید. امیدوارم که شما هم این ویدیو رو پخش کنین و انتشار بدید تا به گوش دیگران هم برسه. سپاسگزارم.